خبرهای از بحران عراق. شیخ علی حاتم سلیمان امیر عشایر دولیم اعلام کرد متحسنین در استان الانبار با دولت مالکی گفتگو نخواهند کرد. تلویزیون التغییر با اعلام این خبر گفت تا زمانی که اتحاد ملی جایگزینی برای مالکی معرفی نکند، مردم الانبار در برابر دو گزینه دشوار قرار دارند، یا نبرد یا جدایی. امیر دولیم گفت به مردم عراق اطمینان می‌دهم که با دولت مالکی گفتگو نخواهیم کرد. ما خواسته های ما را سوزاندیم، حرفی نداریم، تصمیمات ما روشن است. ما دو گزینه در پیش داریم. گزینه اول و دوم هر دو سخت است، اما ما باید وضعیت موجود را قبول کنیم، یا نبرد یا جدایی. اگر بخواهند از این دو گزینه دوری جوییم، توپ در زمین اتحاد ملی است و باید مالکی را تعویض کنند. همچنین به گزارش از شرقیه، شیخ خالد حمود الجمیلی از برگزار کنندگان تحصن فلوجه اعلام کرد تحصن کنندگان حرفشان را زده ببخشید حرفشان را زدند که متحصن باقی میمانند تا همه خواسته هایشان پاسخ داده شود. جمیلی گفت ما در فلوجه محل تحصن را جابجا نمی کنیم، نه به کسی تعدی کردیم و نه خونی ریختیم و تا محقق نمودن خواسته هایمان باقی میمانیم. از سوی دیگر به گزارش تلویزیون رافدین، عشایر عراقی با ستون نظامیان مالکی در مسیر قائم درگیر شدند. در این درگیری نیروهای مالکی متحمل خسارات زیادی شدند. آنها برای دستگیری شیوخ عشایر و شهروندان به این منطقه یورش بردند که ناکام ماندند.